سلام، نازنین کاظمی هستم. به اتفاق همکارانم شما را در جریان مهمترین خبرهای روز ایران و جهان قرار می‌دهم. علی مطهری: نمی‌توان افراد منتقد نظام را رد صلاحیت کرد. واردات نفت ژاپن از ایران باز هم کاهش یافت. کره شمالی برای حمله به آمریکا و کره جنوبی آماده باش نظامی اعلام کرد. علی مطهری میگوید نمیتوان افراد منتقد نظام را رد صلاحیت کرد. نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت مشارکت بالای مردم در انتخابات ریاست جمهوری آینده و زمین سازی برای آن از جانب مسئولان میتواند تأثیر زیادی در تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی داشته باشد. آقای مطهری با بیان اینکه برای رسیدن به مشارکت بالا مقدماتی لازم است، برگزاری انتخابات کاملا سالم را یکی از این مقدمات دانست و گفت شورای نگهبان نباید در تایید صلاحیت ها سخت گیری کند و گرایش های سیاسی مخالف و منتقد را دلیل رد صلاحیت ها بداند. نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رد صلاحیت افرادی که گرایش های غیر اسلامی دارند اشکالی ندارد گفت نمیتوان فردی را به صرف اینکه منتقد نظام است و یا خواستار اجرای کامل و بدون تنازل قانون اساسی است رد صلاحیت کرد. احمد شهید انتخابات آینده ایران را غیر آزاد و ناعادلانه دانست. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران به مناسبت 37مین سالگرد تصویب پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به امضای 167 کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران رسیده است، خواستار برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در این کشور شد. احمد شهید گفت در دوره ماموریتش درباره ایران با بیش از 400 فعال حقوق و همچنین قربانیان سرکوب در این کشور مصاحبه کرده است. به گفته آقای شهید، نتایج اطلاعات به دست آمده حاکی از نقض گسترده و منظم حقوق بشر در ایران است. آقای شهید گفت روش‌های تجاوز گسترده به حقوق بشر در ایران شامل محدودیت شدید آزادی بیان، شکنجه، اعدام، قطع عضو و اعمال قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و اقلیت هاست. در گفتگویی با محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و دبیر راه دیگر، ارزیابی او را از این موضوع پرسیدیم که به چه کسانی این روزها دغدغه انتخابات دارند. با همین گفتگو رو میبینیم. این روزها چنان که از رسانه ها پیداست، 4 دسته بیش از دیگران درباره انتخابات صحبت میکنند. یک دسته حاکمیت هست که امسال رو هم سال حماسه سیاسی نامگذاری کرده، اما همیشه حماسه های حاکمیت و انتخابات های پرشور مورد نظر حاکمیت اونجایی رضایت اونها رو تأمین میکنه که فرد مورد نظر اونها انتخاب بشه و ایده های مورد نظر اونها رو عملی بکنه و بستر رو برای بست بیشتر قدرت اونها هموار بکنه. منتها ترجیح میدن در دنیایی که انتخابات مهمه، دموکراسی مهمه، حقوق بشر و انتخاب مردم مهمه، بست قدرتشون رو به پای مردم بذارن و در واقع از حربه انتخابات و از ابزار انتخابات استفاده بکنن برای بست بیشتر قدرت خودشون. دسته دیگری که این روزها درباره انتخابات دغدغه دارند و صحبت میکنند، جریان‌های بین المللی هستند، چه دولت‌ها و جریان‌های سیاسی و چه نهادهای مدنی و حقوق بشری. جریان‌های سیاسی بین المللی به دنبال اینند که این انتخابات بتونه روابط میان ایران و اونها رو بهبود ببخشه و اونچه که اونها خطر هسته‌ای ایران تعبیر می‌کنند ازش رو مهار بکنه. جریان‌های حقوق بشری هم البته به این فکر می‌کنند که انتخابات بتونه شرایط حقوق بشر رو در ایران بهتر بکنه، از اوضاع نابسامان آزادی‌های سیاسی و اجتماعی گرفته تا مسئله زندان‌ها و اعدام‌ها، همه اینها رو این انتخابات بتونه با نتیجه‌ای که به دست میده بستر مناسبی رو برای بهبود شرایطش ایجاد بکنه. دسته سومی که در دغدغه انتخابات دارن، اون دسته از اصلاح طلبان و محافظه‌کارانی هستند که
مشترکاً در 4 سال اخیر به این نتیجه رسیدن که روش حاکمیت مطلقه اوضاع کشور رو چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ سیاسی و فرهنگی و اجتماعی به سمت نابسامانی خواهد بود. اونها تأکید میکنن که در چهارچوب قانون اساسی بتونن انتخاباتی رو برگزار بکنن که وجه فصل سوم قانون اساسی توش پررنگتر باشه، مثل حقوق ملت و شورای نگهبان هم دستش بسته تر باشه برای رد صلاحیت ها. به عبارتی اونها به دنبال انتخابات آزاد نیستند، نه لزوماً به این خاطر که مایل نیستند به برگزاری انتخابات آزاد، به خاطر اینکه فکر میکنند شرایطش نیست و چون انتخابات در هر صورت تنها راه تغییر و تحول هست، فکر میکنند که باید از طریق انتخابات چارچوب قانون اساسی بتونن کسی رو به عرصه بیارن که بتونه شرایط رو اندکی بهتر بکنه. بسیاری از اصلاح طلبان و بسیاری از محافظه‌کاران در این زمینه همدست و همداستان هستند برای انتخابات آتی. و دسته آخری که میشه ازشون نام برد کسانی هستند که با توجه به تجربه های پیشین فکر میکنند که راه تغییر شرایط لزوماً انتخابات نیست. اونها میگن که انتخابات آزاد، رقابتی و سالم اگر چیزی هست که ما دنبالش هستیم، در حال حاضر هیچ کدوم از این گزینه ها تأمین نیست. انتخابات آزاد که نبوده در دوره های قبل، الان هم نیست. انتخابات سالمی به نسبت وجود داره داشته در برخی از دوره ها که در سال 88 این هم از بین رفت و در نتیجه انتخاباتی که نه توش رقابت، نه سلامت و نه حریت و آزادی معنا داشته باشه، چطور میشه در این انتخابات مشارکت کرد و برای تغییر شرایط به این انتخابات دل بست؟ سخنان آقای مطهری رو میشه در دسته سوم گنجوند، پیگیری آقای احمد شهید رو در دسته دومی که ذکر کردم میشه گنجوند و اینکه آیا این امیدها به ثمر میرسه یا نه باید در یکی دو ماه آینده صبر کرد و نتیجه رویارویی میان حاکمیت و نیروهای خواهان تغییر و تحول رو در عرصه انتخابات دید و سنجید. ژاپن اعلام کرد صادرات نفت ایران به این کشور در ماه فوریه سال جاری نسبت به سال قبل تا حدود 1/3 کاهش یافته است. خبرگزاری رویترز گزارش داد این کشور طی ماه گذشته حدود 215,000 بشکه از ایران نفت خریداری کرده است که نسبت به فوریه سال 2012 حدود 32% کاهش را نشان می‌دهد. ژاپن سومین مشتری عمده نفت ایران است. بر اساس این گزارش انتظار می‌رود خرید نفت ژاپن از ایران باز هم کاهش یابد. در همین حال خبرگزاری ایسنا از افزایش 16% واردات نفت ژاپن از ایران در ماه فوریه خبر داده است. بر اساس این گزارش این رقم بالاترین میزان واردات نفت ژاپن از ایران از مارس 2012 تا کنون محسوب می شود. تولید نفت اوپک در ماه جاری میلادی به کمترین میزان خود از دسامبر سال 2011 رسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، علت این کاهش بیشتر به دلیل ناآرامی‌ها در لیبی، حادثه نشست لوله نفت در نیجریه و اختلال در صادرات نفت عراق است. بر پایه این گزارش تخمین زده می‌شود تولید نفت اوپک در ماه مارس سال جاری میلادی به حدود 19 میلیون بشکه در روز رسیده باشد. این گزارش همچنین در مورد وضعیت ایران نوشته است: انتظار می رود این کشور در ماه جاری میلادی روزانه تنها 1.15 میلیون بشکه صادرات نفت داشته باشد که این میزان در حدود روزانه 50,000 بشکه کمتر از ماه گذشته است. و حالا نوبت می رسد به یک جمله یک خبر. حسن ممدوحی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه: خداوند از نصب و راه اندازی رایتل راضی نیست. سایت بیباک نیوز نزدیک به محمد تقی مصباح یزدی: موسیقی حرام از مهمترین عوامل حوادث رانندگی است. احمدی نژاد خطاب به سفرای ایران: خود را سفیر امام زمان بدانید. حجت الله خطیب سرپرست فدراسیون کشتی: فدراسیون جهانی کشتی غلط کرده ما را تهدید کند.
حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش، راهیان نور تأثیرگذارترین برنامه تربیتی در مقابل تهاجم فرهنگی دشمنان است. مخالفت جمهوری اسلامی ایران، سوریه و کره شمالی مانع از تصویب پیشنویس معاهده تجارت اسلحه سازمان ملل متحد شده است. تصویب پیشنویس این معاهده نیاز به موافقت همه 193 کشور عضو در سازمان ملل متحد داشت. هدف از این معاهده جلوگیری از حمل و نقل و خرید و فروش مرزی اسلحه سبک و همچنین سوء استفاده از این تسهیلات در نقض موازین حقوق بشر بود. محمد خزائی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل، متن تهیه شده را تبعیض‌آمیز خواند. نماینده کره شمالی نیز امکان سوء استفاده سیاسی صادرکنندگان عمده اسلحه را علت مخالفت با این پیشنویس دانست. بدهی برقی پاکستان به ایران به 51 میلیون دلار رسید. پایگاه اطلاع رسانی پاکستان ابزرور در گزارش نوشته است پاکستان قصد دارد این بدهی را به جای پول نقد با برنج و گندم پرداخت کند. بر اساس این گزارش شرکت توانیر ایران به پاکستان گفته بود اگر این کشور بدهی خود به ایران را تا ماه آگوست پرداخت نکند، تامین 74 مگاوات برق مورد نیاز پاکستان را متوقف خواهد کرد. پاکستان از جوان 2011 تا کنون بدهی برقی خود را به ایران پرداخت نکرده است. در همین حال یک مقام دولتی پاکستان مدعی شد این کشور به دلیل تحریم‌های آمریکا نتوانسته است از طریق سیستم بانکی بدهی هزینه برق خود را به ایران پرداخت کند. روند تخصیص بودجه عمرانی در سالهای 76 تا 91 نشان می‌دهد پایین‌ترین تخصیص بودجه عمرانی مربوط به سال 91 بوده است. در تازه‌ترین برآورد منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان تخصیص بودجه صورت گرفته نشان می‌دهد در سال 91 تنها 28% از بودجه پیش‌بینی شده به طرح‌های عمرانی تخصیص یافته است. در این گزارش با بررسی وضعیت اجرای پروژه‌های عمرانی در یک دوره زمانی 10 ساله از سال 81 تا سال 91 آمده است در این مدت هر سال به طور متوسط تنها 26% برنامه‌های عمرانی کشور طی یک دهه محقق شده است. بر این اساس این عدم تحقق پیش‌بینی‌ها حدود 64 میلیارد تومان مازاد بر آنچه در بودجه‌های سنواتی پیش بینی شده هزینه بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. در گفتگویی با دکتر جمشید اسدی اقتصاددان از او پرسیدیم بودجه عمرانی چیست و عدم تحقق آن چه تبعاتی میتونه داشته باشه. با همین گفتگو رو میشنویم. همچنان که آگاه هستید هر بودجه عمدتاً به دو بخش تقسیم میشه. یکی بودجه هزینه های جاری است و یکی بودجه هزینه های عمرانی. بودجه هزینه های جاری خرجی است که باید هر روز انجام بشود برای اینکه گذران امور بشه. مثلا در زندگی خانوادگی خرجی است که برای لباستون میکنید، خرجی است که برای غذاتون میکنید. این خرج های روزمره است. اما در عین حال ما یک خرج های هزینه های عمرانی داریم. هزینه های عمرانی به روایت دیگر هزینه های سرمایه ای هزینه است. اون هم هزینه است، اون هم خرجه، اما آینده سازه. مثلا امروز هزینه ای میکنید بازم در سطح خانوادگی برای آموزش، اما با این آموزش فردا یک شغل بهتری پیدا خواهید کرد و درآمد خیلی بالاتری خواهید داشت. یا مثلا هزینه میکنید یک خونه میخرید و اتاقاشو اجاره میدید، الان شده هزینه خونه خریدن، فردا میشه درآمد این اجاره ها. بدیهی است اگر هر خانواری هزینه های جاریش زیاد بشه به طریقی که هزینه های عمرانیش کم بشه، چون یه بودجه است که باید تقسیم بشه به هزینه های جاری و هزینه های عمرانی دیگه. حالا هر چقدر که هزینه های جاری بیشتر بشه هزینه های عمرانی کمتر بشه، یعنی آینده اون خانوار از بین میره. خطرش اینه که اگر این درآمد به طریقی کم بشه یا این هزینه های دیگه بالا برن، این چون آینده سازی نکرده کم کم فقیر میشه تا از بین بره. حالا همینه در سطح یک کشور بیارید. وقتی که یک کشوری هزینه هاش عمدتاً هزینه های جاری است و سرمایه گذاری نمی کنه، همچنان که در کشور ما تولید نفتمون کمتر از زمان پیش از انقلابه، چون نه میدان های
قدیمی رو بازسازی کردیم با سرمایه گذاری جدید، نه میدانهای تازه رو بازیابی کردیم به کار انداختیم. هرچی هست هزینه های جاریه، اینم عمدتاً به علت سیاست آقای احمدی نژاد بوده است که فکر میکرده است بیشتر این درآمدها باید توزیع بشه تا به کار تولید بیاد. در نتیجه در این اشاره آخری هم که در مجلس کردن، البته حرف تازه‌ای نبوده، همه میدونستن. هر سالی که به نگاه بکنید در دوره زمامداری 8 ساله آقای محمود احمدی نژاد، سهم هزینه های عمرانی کمتر شده، حجم هزینه های جاری بیشتر شده. تازه بعضی وقتا از سهم هزینه های عمرانی ور می داشت آقای احمدی نژاد وقتی که پول نداشتن و اینو می ذاشتن روی هزینه های جاری. یعنی در حقیقت با اطمینان می توان گفت در دوره‌ای که آقای احمدی نژاد زمامدار و رئیس جمهور ایران بودند، آینده کشور هیچ سرمایه گذاری برای آن نشد و از همین رو کارنامه‌ای که به خودشون باقی گذاشتن یک کارنامه بدون آینده است. با ادامه خبرها با ما باشین. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی امروز به تمامی واحدهای موشک‌های استراتژیک و توپخانه دوربرد این کشور برای حمله احتمالی به آمریکا و کره جنوبی فرمان آماده باشه کامل صادر کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رهبر کره شمالی اعلام کرده در صورت لزوم کشورش به خاک آمریکا پایگاه‌های نظامی این کشور در اقیانوس آرام و نیز کره جنوبی حمله خواهد کرد. بر اساس این گزارش، کیم جونگ اون این تصمیم را شب گذشته در یک جلسه اضطراری با رهبران نظامی کره شمالی اتخاذ کرده است. رهبر کره شمالی گفته است این اقدام در واکنش به استفاده از یک فروند هواپیمای رادارگریز آمریکایی و نقض حریم هوایی کره شمالی در مانورهای مشترک آمریکا و کره جنوبی صورت گرفته است. آمریکا و کره جنوبی هنوز واکنش نسبت به تهدیدهای جدید رهبر کره شمالی از خود نشان ندادند. ارتش آزاد سوریه ادعا کرد در جریان انهدام هواپیمای ایرانی حامل اسلحه در فرودگاه بین‌المللی دمشق، تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی مورد اصابت قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری العربیه، علاباشا یکی از فرماندهان نظامی ارتش آزاد سوریه با اعلام این خبر گفت پیش از این حادثه برخی منابع غربی گزارش داده بودند ایران هر هفته با استفاده از هواپیماهای مسافربری 5 تن سلاح در این هواپیماها جاسازی کرده و به نیروهای بشار اسد تحویل می‌دهد. دیروز مخالفان بشار اسد اعلام کردند یک هواپیمای باربری ایرانی را در فرودگاه دمشق مورد اصابت موشک قرار دادند. در همین راستا ناجی طیاره عضو ائتلاف ملی سوریه نیز اعلام کرد بشار اسد دیگر جرأت نمی‌کند مانند گذشته در مقر حکومت و یا در میدان امویان سخنرانی کند. به گفته آقای طیاره، دمشق اکنون در تیررس ارتش آزاد است و اسد در یک سیرزمین با عده‌ای از نزدیکان خود جلسه تشکیل می‌دهد و در تلویزیون دولتی پیام ضبط شده او را پخش می‌کنند. اظهارات آقای طیاره در واکنش به سخنان چند دقیقه‌ای بشار اسد رئیس جمهور سوریه برمیگردد. آقای اسد که شامگاه گذشته و پس از مدت‌ها در تلویزیون دولتی ظاهر شد، سخنانی در ارتباط با برنامه سیاسی و در پایان دادن به درگیری بیان کرد. امروز و در یک حمله انتحاری در پاکستان 10 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. به گزارش صدای آمریکا، این حمله به یک کاروان افسران امنیتی در نزدیکی کنسولگری آمریکا در شهر پیشاور در شمال غرب پاکستان صورت گرفت. سخنگوی طالبان در گفتگو با این شبکه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و آن را پاسخی به تحرکات نظامی اخیر علیه نیروهای طالبان در مناطق قبیله نشین پاکستان دانست. شهر پیشاور در نزدیکی مرز شمالی پاکستان و از پایگاه‌های مهم طالبان در میان قبایل حامی طالبان و نیمه خود مختار پاکستانی است. موجی از انفجارها مساجد شیعیان در عراق را لرزاند. به گزارش خبرگزاری الجزیره، امروز 4 مسجد شیعیان عراق آماج حملات قرار گرفتند. در این انفجارها دست کم 14 نفر کشته و بیش از 70 نفر زخمی شدند. بر اساس این گزارش، پس از اقامه نماز جمعه و در هنگام خروج نمازگزاران، ماشین‌های بمب‌گذاری شده‌ای که در نزدیکی 3 مسجد در بغداد و 1 مسجد در شهر شمالی کرکوک پارک شده بودند، منفجر شدند. هنوز هیچ گروه یا سازمانی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است.
روسیه با مشارکت 7000 سرباز و 37 ناو جنگی تمرینات نظامی خود را در دریای سیاه آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فرمان انجام این تمرینات نظامی را صادر کرده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در این باره گفته است طبق قواعد بین‌المللی لازم نبوده تا روسیه کشورهای حوزه دریای سیاه را از انجام تمریناتی با این ابعاد آگاه کند. کشورهای واقع در سواحل دریای سیاه شامل ترکیه، اوکراین، گرجستان، رومانی و بلغارستان هستند. و حالا سری میزنیم به آن سوی میله های زندان. 8 نفر از بازداشت شدگان در شهر پاوه به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شدند. گروهی از زندانیان سیاسی در نامه‌ای به 2 درویش گنابادی زندانی در شیراز خواستار پایان اعتصاب قضایی آنان شدند. 22 نفر از زندانیان سیاسی زندان اوین در نامه‌ای از صالح مرادی و کسرا نوری درویش گنابادی محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز درخواست کردند که به اعتصاب قضایی خود پایان دهند. به گزارش وبسایت کلمه، این زندانیان سیاسی دلیل نگارش نامه را این دانستند که اعتصاب قضایی این 2 زندانی سیاسی وارد مرحله‌ای خطرناک شده است. کسرا نوری و صالح مرادی از 70 روز پیش در اعتراض به انتقال غیرقانونی دراویش محبوس در بند 350 به بند امنیتی 209 اوین دست به اعتصاب قضا زدند و خواهان بازگرداندن این افراد به بند 350 زندان اوین هستند. از جمله امضا کنندگان این نامه محسن میردامادی، سید علیرضا بهشتی، سید علیرضا رجایی، عبدالفتاح سلطانی و فیض الله عرب سرخی هستند. در همین حال مسئول حقوق بشر وزارت امور خارجه آلمان نیز نسبت به سلامت 2 درویش گنابادی ابراز نگرانی کرد. مارکوس لونینگ مسئول امور حقوق بشر وزارت خارجه آلمان از جمهوری اسلامی خواست به حقوق اساسی همه شهروندان ایران فارغ از تعلقات مذهبی و قومیشان احترام بگذارد و همه زندانیانی که تنها به دلیل گرایش مذهبیشان در حبس به سر میبرند را آزاد کنند. در همین زمینه با خانم معصومه خلیلی همسر صالح الدین مرادی یکی از دراویش زندانی گفتگوی انجام دادیم که با هم میشنویم. روز 73 روز هست که همسر من در اعتصاب قضا به سر میبرن، همسرم و آقای نوری، آقای کسرا نوری در اعتصاب قضا به سر میبرن. از حال جسمشون که الان 1 هفته است که ظاهرا ندیدمشون، ولی به امروز به اندازه 2 دقیقه تماس تلفنی داشتم. حالشون خیلی مساعد نیست. 73 روزه که اعتصاب قضا هستن، 9 روزش اعتصاب قضای خشک هستن که سرم درمانی میشن. مسئولین هم تو این 73 روز هیچ اقدامی نکردن و حرفای ما رو نشنیده گرفتن. هفته پیش که ما ایشون رو ملاقات کردیم با آقای کسرا نوری، ناخوناشون سیاه شده بود، رنگ روشون خیلی زرد بود، حالشون اصلا مناسب نبود، اصلا نمیتونستن رو پای خودشون بایستن، اصلا حالشون مناسب نبود. اینا وصیت‌نامه خودشون رو نوشتن و هر اتفاقی برای ایش همسر من و آقای کسرا نوری بیفته، مسئولین زندان و آقای قاضی صلواتی و وزارت اطلاعات مسئول هستند که اینا حرفای ما رو نشنیده میگیرن و هیچ اهمیتی برای ما قائل نیست. حالا این مدت 70 روزی که همسر من و آقای کسرا نوری در اعتصاب قضا هستن، حتی 1 سرم به اینا وصل نکردن، 1 سرمی به اینا نزدن، اینا رو دکتر نبردن، هیچ کاری براشون انجام ندادن و وقتی که حالشون بد شده بیهوش شدن، حتی فقط بردنشون که این مدت که همسر من برای من توضیح داد، بردنشون یه کپسول آهن بهشون دادن، قرص آهن بهشون دادن و مولتی ویتامین. کسی که 70 روزه غذا نخورده، حالش بده، بعد چطور میتونی که مثلا قرص آهن بخوره؟ فقط این مدت که آقای نوری و همسرم بیهوش شدن و حالشون بد شد، اینا رو فقط بهشون
چند روزه که بهشون سرم زدن، ولی امروز هم که با همسرم تماس داشتم به اندازه 2 دقیقه، امروز هم مثل این که سرم رو قطع کردن و اینا اعتصاب خشک هستن. امروز ما مطلع شدیم که وکلای ما رو خواستن که وزارت اطلاعات اینا رو خواسته، گفته که شما بیاین و اینجا امضا کنید تو بگید که اینایی که در زندان هستن، 7 تن از وکلای دراویش، 2 تن از دراویش دیگه که تو زندان عادل آباد شیراز هستن، 2 نفر دیگه تو بند 350 هستن، شما بیاید اعلام کنید که اینا از دراویش نیستن، مستقل عمل میکنن و هیچ ربطی به دراویش نداره و اینو وکیلای ما امروز به ما گفتن. و حالا سرخ نرخ سکه و ارز در بازار تهران. کمپین هر سبز یک زندانی سیاسی در فیسبوک تشکیل شد. در صفحه فیسبوک اعضای خانواده بزرگ زندانیان سیاسی آمده است. بسیاری از اعضای خانواده زندانیان سیاسی 13 فروردین روز طبیعت کنار هر سبز عکس و یا نام یک از اعضای خانواده بزرگ زندانیان سیاسی را می‌گذارند و به طبیعت می‌سپارند. در این زمینه با محمد تنگستانی روزنامه‌نگار و یکی از مدیران کمپین خانواده بزرگ زندانیان سیاسی گفتگوی کردیم که با هم میشنویم. کمپین خانواده بزرگ زندانیان سیاسی کمپینیه که متعلق به تمام اعضای خانواده زندانیان سیاسیه که از بعد از انتخابات بسترانگیز سال 88 شروع به کار کرده و در این چند سال ما مرتب روزانه در هر ساعتی از شبانه روز اخبار و مسائل مربوط به زندانیان سیاسی از هر طیف فکری، مذهبی و یا اعتقادی که هستن رو دنبال میکنیم و با اعضای خانواده به اشتراک میذاریم. یه کمپینیه که متعلق به تمام اعضای خانواده هست. بیش از 14,000 فن داریم ما، 14,000 عضو داریم در این کمپین که روزانه اخبار رو دنبال میکنن، خبر آزادی زندانیان سیاسی، خبر بازداشت و اتفاقاتی که در زندان برای اعضای خانواده میفته. اهدافی که ما دنبال میکنیم فقط خبر رسانی و اطلاع رسانی از وضعیت از زندانیان سیاسی هست. ما خبرگزاری نیستیم، ما منبع نیستیم، ما فقط یک کمپینی هستیم که از وضعیت زندانیان سیاسی اطلاع میدیم به اعضای خانواده و سعی میکنیم که اسم و وضعیت زندانیان سیاسی رو در جامعه زنده نگه بداریم با توجه به اهمیتی که فیسبوک در جامعه ما داره در حال حاضر. خب یکی از بهترین امکاناتیه که ما میتونیم به نفع زندانیان سیاسی و اعضای خانوادهمون ازشون استفاده بکنیم. چند روزی است که در کمپین فراخوانی دادیم ما تحت عنوان هر سبز یک زندانی سیاسی که در این فراخوان از اعضای خانواده بزرگ زندانیان سیاسی خواستیم عکس و یا نام زندانیان سیاسی رو کنار سبز و سفره هفت سین خود قرار بدن و عکس بگیرن برای ما ارسال بکنن که به این طریق بتونیم به از خانواده های زندانیان سیاسی و یا خود زندانیان سیاسی بگیم که در این مدتی که در زندان بودن ما به فکرشون بودیم و تنهاشون نذاشتیم و همه ما یک خانواده هستیم، در هر طیفی که هستن، در هر وضعیت فکری که هستن. کمپین کار ما کمپین حقوق بشری هستیم، متعلق به هیچ گروه، حزب و یا عقیده مذهبی نیستیم. هر کسی که در هر وضعیتی باشه و در زندان باشه و زندان سیاسی باشه جزی از خانواده ما محسوب میشه، چه از هموطنان کردنشین ما باشن، چه از هموطنان خوزستانی باشن و یا از هموطنان بهایی ما باشن و یا اینکه جزء زندانیان سیاسی باشن، زندانیان عقیدتی باشن، در جامعه تحت پوشش کمپین هستن و عضو خانواده بزرگ زندانیان سیاسی هستن. این فراخوان تا 13 فروردین ماه هست که امیدوارم هموطنانمون و تمام اعضای خانواده از این فراخوان حمایت بکنن و روز به روز عکسای بیشتری رو برای ما ارسال بکنن.
وزیر گردشگری مصر میگوید گردشگران ایرانی برای مصر تهدید امنیتی نیستند. هشام زعزوع در مصاحبه با خبرگزار آسوشیتد پرس گفته است گردشگران ایرانی به بهبود وضعیت گردشگری مصر کمک خواهند کرد. صنعت گردشگری مصر در نتیجه اعتراض‌های دو سال پیش این کشور که به سرنگونی نظام حسنی مبارک انجامید و همچنین تنش‌ها و بحران‌های سیاسی اقتصادی و پس از آن آسیبی جدی دیده است. پیش از انقلاب مصر شمار گردشگران در این کشور از مرز 14 میلیون نفر در سال تجاوز کرده بود، اما گفته می شود سال گذشته شمار افرادی که برای گردشگری به مصر رفتن به زحمت به 10 میلیون نفر رسیده بود. ممنون از اینکه با این بخش خبری با ما همراه بودین. شب و روزتون خوش و خدا نگهدار.